تو این قسمت چند تا از فیلم های اکشن هرتیک روشن رو معرفی میکنم. دختر جوانی با بازی کاترینا کایف و پیدا کردن یه پسر ایدئال زندگیش رو از یک نواختی در میاره. اونا کنار هم ماجراجویی های جدید رو تجربه میکنن و این ماجراجویی ها باید اتهاماتی که علیه دختر به وجود اومده رو خونسا کنه. بنگ بنگ سال 2014 تو ژانر فیلم های کمدی، اکشن و ماجراجویی با بازی هرتیک روشن و کاترینا کایف از سینمای هند منتشر شد و تا حالا با 24000 تو سایت IMDb تونسته امتیاز 5.6 رو ثبت کنه. قسمت اول کریش سال 2006 با بازی هرتیک روشن منتشر شد و به خاطر استقبال مردم بعد از اون 3 قسمت دیگه هم از این فیلم علمی تخیلی و اکشن ساخته شد. کریشنا با بازی هرتیک روشن بعد از مرگ پدر مادرش همراه مادر بزرگش توی منطقه دور افتاده بزرگ شده. اون آرزوی رفتن به شهر رو داره تا اینکه بالاخره به خواستش میرسه، ولی سفر اون به شهر رو ارتباط اون با آدم‌های دیگه زندگیشو تغییر میده. کریش قسمت اول سال 2006 تو ژانر فیلم‌های اکشن علمی تخیلی و ماجراجویی منتشر شد و تا حالا با 24000 لایک تو سایت IMDb تونسته امتیاز 6.5 رو بگیره. خب تا اینجای ویدیو چطور بود؟ اگه از فیلم و سریال های معرفی شده تو این قسمت راضی بودید، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو تو قسمت کامنت ها برامون بنویسید. بریم برای دیدن فیلم های دیگه این قسمت. کبیر فرمانده ارتش هندوستان با بازی هرتیک روشن به دلایل نامعلوم و مرموزی شروع به کشتن مقامات عالی رتبه ارتش کرده. حالا از طرف دیگه خالد رحمانی با بازی تایگر شروف که یه دوره زیر دست کبیر آموزش میدید، مأمور میشه تا فرمانده و معلم قدیمیش رو پیدا کنه و از بین ببره. جنگ سال 2019 تو ژانر فیلم‌های اکشن، ماجراجویی و مهیج از کشور هندوستان منتشر شد و تا حالا با 34000 لایک تو سایت IMDb تونست امتیاز 6.5 رو ثبت کنه. حملات تروریستی سنگینی به مرزهای هندوستان انجام شده و مردم رو حسابی ترسونده. حالا نیروهای ویژه هندی خودشون رو برای یه نبرد هوایی آماده میکنن تا جلوی رهبر تروریست‌ها رو بگیرن و کشورشون رو نجات بدن. جنگنده یا فایتر سال 2024 تو ژانر فیلم‌های اکشن درام با بازی آنیل کاپور و هرتیک روشن از سینمای هند منتشر شد و تا حالا با 47000 لایک تو سایت IMDb امتیاز 6.2 رو ثبت کرده.